سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز داریم حرکت میکنیم به یک کلبه زمستانی با یه سری از دوستامون و اونجا مشارکت عالی خواهیم داشت و انجیل یوحنا رو بررسی خواهیم کرد کاش شما هم بودید و با ما هم سفر میشدید ولی دوستان به جای شما با ما باشید در جلسه قبل در مورد ایلازر و دو تا خواهرش خوندیم که ایلازر مریض بود خواهرش گفتن که مسی بیا یه نفر فرستادن که مسی رو بیاره مسی در جایی که بود دو روز طول میکشید اگه میخواست پیش ایلازر بیاد حالا امروز میخونیم میبینیم که ایلازر دو روز بعد از اینکه خادمین به او خبر داده بودن که بیاد فوت کرد حتی اگه همون لحظه ایسای مسیح میومد یا دقیقا قبل از فوت ایلازر یا دقیقا بعد از فوت ایلازر میرسید ولی دو روز بیشتر عیسی مسیح موند اون جایی که بود و نیامد پس در روز چهارم بود که رسید پیش ایلازر از آیه 17 تا 19 رو بخونیم وقتی عیسی به آنجا رسید معلوم شد که چهار روز است او را دفن کردند بریتانیا کمتر از سه کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم آمده بودند تا به خاطر مرگ برادرشان آنها را تسلی دهند. مثل ما ایرانیا یا شرقی ها وقتی یه نفر فوت میکنه همه میرن اونجا و عزاداری میکنن، گریه میکنن و تسلیش میدن و این اتفاق افتاده بود اونجا و افراد زیاد می اومدن و میرفتن حتی از اورشلیم که تقریبا میگه چند کیلومتر سه کیلومتر از اورشلیم فاصله داشت از اورشلیم افرادی اومده بودن که تسلیش بدن و تولد و مرگ در شرق و در قوم یهود یک معنی و مفهوم خاصی داره و خیلی مهم هست براشون در غرب میبینیم که طرف مثلا میمیره یه نفر میاد پیشش میگه خدا تسلی بده تو رو یه چایی میخوره اونجا و میره ولی ما ایرانی شام میدیم نهار میدیم کلی بند و بساط داریم اینجا هم همینطوری بود همه مردم می اومدن و به مدت یک هفته حتی تا چهل روز این ادامه پیدا میکرد و مثل ما عرامنه که داریم این رو هفتم میگیریم چهلم می گیریم بعد سالشه بعد کلی بند و بسات داره و سبک تسلی دادنشون این بود که بعد گریه میکردن باز مثل ما ایرانی هم. اگه این نفر مثلا میمیره میره شما هرچقدر هر بیشتر گریه بکنید انگار بیشتر باهاش دارید اظهار همدردی میکنید گرچه حتی خیلی از وقتا مردم علکی گریه میکنن ولی دیگه باید گریه بکنن جزوی از فرهنگ متاسفانه به نظر من فرهنگ زیبایی نیست ولی جزوی از فرهنگ ماست که همینجوری علکی باید گریه بکنیم بعد شما به این نفر دیگه نگاه میکنید که اون گریه میکنه گریت میگیره بعد گریه میکنه ولی اصلا به خاطر اون طرفی که مرده گریه نمیکنه یاد قرضات افتاده گریه میکنه ولی هدف اینه که باید گریه بکنید حالا این گریه عزاداری گریه ای بود که با صدای بلند بود بعدا میبینیم که عیسی مسیح هم گریه کرد ولی کلمه ای که برای گریه عیسی مسیح اونجا استفاده شده یک کلمه ای مختلفی و عزاداری نیست و اینجا عیسی مسیح به ما میخواد یاد بده که عزاداری نکنی وقتی یه نفر از بین ما میره بله ناراحت میشیم گریه میکنیم ولی دیگه فیلم بازی نکنیم بی خودی نکشیم اونجا چرا چون که طرف مخصوصا اگه مسیحی هست خوابیده یه روز بیدار میشه پدر من خیلی براش مرگ چیز عادی بود میگفت که وقتی مرگ رو میچشیم انگار از این اتاق اسمش زمین هست کره زمین میریم به اون اتاق بهشت اون اتاق خیلی هم قشنگ خیلی نزدیک این دوتا به هم دیگه اینجور نیست که دور باشه مرگ آ مردیم الان چی میشه نه میدونیم چی میشه میریم پیش عیسی مسیح اینقدر راحته پس این همه گریه هم نداره به آیه 20 میگه مرتا به محض که شنید عیسی در راه است برای استقبال او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند ما وقتی به مریم و مرتا نگاه می میبینیم می بینیم که مرتا کسی بود که خیلی کار می کرد مرتا در لوقا باب ده در موردش نوشته شده مرتا دوست داشت کار بکنه دوستش داشت کاری بکنه دوست خدمت بکنه مریم می خورده آروم تر بود مثلا در لوقا ده می بینیم که مریم زیر پای عیسی مسیح نشسته و اون موقع زیر پای استاد می نشستن اگه استاد مثلا من باشم یه اینجا میشینه زیر پا میشینه و این زیر پا نشستن نشانه این بود که من میخوام شاگرد تو باشم من میخوام از تو بشنوم و من به طرف بالا به تو نگاه میکنم و از تو یه چیزی یاد می گیرم پس میشنید یاد می میگرفت مردها تو آشپزخونه بود و داشت کار می کرد و آخر اینقدر کار میکرد و عصبانی شده بود که چرا خواهرش کمکش نمیکنه آخر گفت ایسا یه چیزی به این خواهرمون بگو بابا از اون موقع است نشسته زیر پای تو همجور هر رو در داره به تو نگاه میکنه میشنه هست. از تو بگو بیاد کار بکنه اینجا ظرف بشوری چای میخواییم بیاریم کلی کار داریم اینجا غذا میپذیم یعنی چی نشستی حتی روی عیسی مسیح عصبانی میشه خیلی از وقتا ما هم انقدر در یک در واقع روحی بدی قرار میگیریم که گرچه خدمت میکنیم حتی ایماندار هستیم خدمت میکنیم ولی چون در روحیه بدی قرار گرفتیم روحیه منفی هست حتی به عیسی مسیح دستور میدیم و دعاهامون هم شکایت آمیز میشه خداوندا چرا اون فلانی رو برکت دادی اون فلانی که اصلا اگه میدونستی اون طرف دزده برکتش میدی من میدونم اون کیه من میشناسمش این اصلا خدمت نمیکنه این همینجوری بیکار نشسته راه میره واسه خودش ما داریم شکایت میکنیم به مسیح میگیم که این طرف کیه چی کار میکنه اشتباهش چیه و نباید تو برای اون صحبت بکنی بعد بهش بگی که بیاد این کار رو بکنه حتی دستور میده به عیسی مسیح و این اتفاقی که میفته برای ما هم اگه در تلخی باشیم و عیسی مسیح نه فقط به مریم نگفت که بله برو کار کن رو کمک کن بلکه به مرتا گفت گفت مرتا تو خیلی زیادی داری کار میکنی نصیب درست رو نصیب خوب رو مرتا، مریم برداشته و ما اگه می خواهیم خدمت بکنیم اول باید زیر پای عیسی مسیح بشینیم بعد, بعد باید بریم تو آشپز خونه <applause> خدمت کردن این خود راحت تره زیر پای عیسی مسیح نشستن سخت دعا کردن کلام خوندن و یاد گرفتن شناختن مسیح بعض موقع سخت تره ولی خدمت کردن خیلی راحت تره آقا میزو بذاریم اینجا رو بچینیم حالا این کار حالا بنوازیم تو کلیسا رو بخونیم آقا ما خدمت میکنیم خدا رو شکر خیلی از وقتا میبینی خادمین شاید در تلخی باشن چون که زیر پای عیسی مسیح ننشستن بهترینش اینه که هم زیر پای عیسی مسیح باشیم و هم خدمت بکنیم در هر کدوم از ماها یک مرتا و یک مریم هست باید این بالانس بین مرتا و مریم وجود داشته باشه حالا اونجایی که عیسی مسیح مرتا رو توبیخ کرده بود مرتا انگار درسش یاد گرفته و خیلی آرومتره ولی با این وجود خب شخصیتش اینه که دیگه پرخاشگر و خیلی سریع عکس نشون میده پس گرچه خبر به مریم و مرتا میرسه که عیسی مسیح اومده مریم میشینه مرتا سری میتوی بیرون و میگه به استقبالش میره ولی مریم در خانه ماند آیه 21 مرتا به عیسی گفت خداوندا اگر تو اینجا می بودی برادرم نمی مرد. با وجود این میدانم که الان هم هر چه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد پس اینجا یه خود تفاوت میبینیم با مردهایی که اونجا بود و تلخ بود اینجا یه خود تلخی درش هست حالا نمیدونیم با چه لحنی گفته شاید باز با حسابانیت گفته نمیدونیم ولی لاقل یک ایمان یا نیمچه ایمانی درش میبینیم خدا من دا تو نمی‌میدی برادر ما مرد اگه میمدی می نمیمرد ولی با این وجود میدونم اگه باز الان بخوای کاری بکنی انجام میشه عیسی مسیح ببینیم چه جوابی میده در آیه 23 تا آخر 26 رو بخونیم ایسا گفت برادرت باز زنده خواهد شد مرتا گفت میدانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد ایسا گفت من قیامت و حیات هستم کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد حیات خواهد داشت هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد آیا این را باور می کنی؟ بر حسب دانیال باب دوازده آیه دو و سه که الان میخونم این ایمان بود که مرده ها زنده میشن دانیال دوازده دو میگه تمام کسانی که مردند زنده میشوند بعضی برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوایی ابدی. حکیمان همانند آفتاب خواهند درخشید و کسانی که مردم را به راه راست هدایت کردند همچون ستارگان تا ابد تابناک میشوند و آیای بسیار زیادی هست که باز میگه که مردگان بر میخیزند ایسای مسیح وقتی به مرتا گفت ببین ناراحت نباش بردر تو بر میخیزه زنده میشه گفت بله میدونم در روز قیامت بر ولی ایسای مسیح بهش گفت ببین من قیامت و حیات هستم گفت این قیامت و حیاتی که در اونش صحبت میشه یک زمان نیست یک اتفاقی نیست که میفته من هستم و از زمان این قیامت رو بود به شخص, شخص بود که من قیامت و حیات هستم و فقط خداوند بود که میتونست این لقب رو داشته باشه قیامت و حیات پس باز اینجا عیسی مسیح وقتی میگه من قیامت من حیات هستم یه جورایی میگه من خداوند هستم من قدرت هر چیز رو دارم و چقدر باعث تسلی ما هست که ما اگه بمیریم باز زنده هستیم نمردیم جسم ما مرده در تئولوژی ما اینطور میگیم من روح هستم دارم روان و در جسم زندگی میکنم پس من روحم ولی من یک روان دارم و من در جسم زندگی میکنم پس این جسمی که الان شما میبینید این جسم جیلبرت نیست اگه این جسم جیلبرت بود اگه پام قطع میشد دستم قطع میشد بعد میگفتید یه خورده از جیلبرت اومد الان و این هنوز جیلبرت اومد یه خود از جیلبرت نیست نصف جیلبرت نیست خود جیلبرته چرا که روح هستم من در این جسم زندگی میکنم این جسم یه خود داره کم کم خودشو میبازه آخرش هم از بین میره نابود میشه و این نشون میده که جیلبرت نابود شد نه جسم جیلبرت نابود شد بله جیلبرت کجا رفت جیلبرت رفت آسمان برای همین است که ما تسلی داریم که ما نمیمیریم زندگی ما ادامه پیدا میکنه و در یک فرم دیگه در یک جای دیگه در جایی که هزار و یک بار بهتر از اون جایی است که الان زندگی میکنیم من توجه کردم با وجود این که این همه درد توی دنیا هست و همه ما درد زیاد داریم در زندگیمون با این وجود هیچ کس نمیخواد بمیره معمولا همه دوست دارن زندگی بکنن هر چقدر هم قول میزنه طرف آقا زندگی خیلی سخته بگی اوکی حالا بکشیمت میگه نه نه نمیخوام بمیرم میخوام زندگی بکنم انگار زندگی و حیات شیرینه هر چقدر که سخت باشه یک هدیه است از طرف خدا چقدر بیشتر حیات خدا حیات جاودانی زندگی بزرگتری از جایی که فرض بکنید نه درد باشه نه اشک باشه نه غم باشه نه ناراحتی باشه نگرانی هیچ چی نباشه فقط شادی کامل آرامش کامل اصلا پشیمانی وجود نداره اصلا نفهمی پشیمانی یعنی چی ولی در این حال بگم به شما ما خودمون هستیم یعنی من وقتی میرم اونجا من ژیلبرت اینطور نیست که بگم ای من کیم چی شد نه یه جسم جدیدم به ما داده میشه برای بعضی از ما که چاق هستیم این خبر خوبیه که یه جسم جدید داده میشه مطمئنم جسم خوبی خواهد بود و خودمون هستیم میگیم ای بچه یادتونه در مورد آسمان صحبت میکردیم الان اینجای ای ما ای مسی اومد بریم پیشش مسی کافی بخوریم و با عیسی مسیح خواهیم بود با همدیگه خواهیم بود همدیگه رو میشناسیم حتی موسی رسولان رو میشناسیم و قبل از اینکه خودشون رو معرفی بکنن اونها رو میشناسیم و مسلما دلایل بسیار زیادی دادم برای این هایی که میزنم در کلام خدا هست ولی هدف چیز دیگه هست امروز هدف اینه که ایسای مسیح قیامت و حیات هست و اگه در مسیح باشیم ما اون حیات رو میتونیم داشته باشیم اون حیات عبادی رو شما اگه ازتون شکایت بکنن به یک وکیل احتیاج دارید اگه شما زیر قرض هستین به یک نفر پولدار احتیاج دارید که قرضتون رو بپردازه شما اگه بمیرید به عیسی مسیح احتیاج دارید اگه مریض باشید به دکتر احتیاج دارید مشکل مرگ جوابش عیسی مسیح هست که درش حیات هست و برای این است که ما به عیسی مسیح احتیاج داریم نه فقط برای این زندگی که روی زمین داریم بلکه مخصوصا برای زندگی بعد از مرگ جسمانیمون بیایید آیه 27 رو بخونیم مرتا گفت آری خداوندا من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که میباید به جهان بیاید هنوز مرتا نفهمیده که عیسی مسیح چی میگه میگه بله ایمان دارم که تو مسیح هستی و وقتی کلمه مسیح رو به کار میبره مسیح در اون زمان مردم گرچه انتظار مسیح رو میکشیدن چون که کلی پیشگویی در مورد مسیح شده بود ولی چون پیشگویی های خود عجیب غریب بود مثلا یه پیشگویی در مورد مسیح میگفت که مسیح میاد و میمیره اشعای 53 یا مزمور 22 میگفت که چطور میمیره که در مورد صلیب صحبت میکنن در جای دیگه مثل دانیال باب یا خیلی جای دیگه میگه سلطنت او ابدی هست و او پیروزمندانه میاد اینا گیج بودن و تا به حدی گیج شده بودن که بعضی از اونها باور داشتن که دو تا مسیح میاد یه مسیح میاد میمیره یه مسیح دیگه میاد سلطنت ابدیه عیسی مسیح میاد گفت بابا منم دو تا نیست من میام و این مسیح به این صورت نیست که میاد شما رو از دست رومی ها آزاد میکنه شما از دست استارت آزاد میکنه به شما پیروزی سیاسی میده نه این یک پیروزی ایمانی هست نه یک پیروزی روحانی است پیروزی بر مرگ هست من قیامت و حیات هستم اگه به من ایمان بیاری نمیمیری تا ابد زنده خواهی بود من سلطنت میکنم در قلب های شما سلطنت میکنم پادشاهی میکنم پادشاهی من ابدی است و با مرگ و قیام این کار رو انجام میدم ولی دوزاری نمیفهمید چون که شاید نمیخواستن شاید واقعا خیلی تحقیق نمیکردن و شاید هم واقعا گیج بودن در بعضی از زمین ها مرتا میدونیم که گیج هست میگه آری خداوند من, من ایمان دارم که تو مسیح هستی و همون مسیحی که باید به جهان بیاد در و 28 مرتا پس از اینکه این را گفت رفت و خواهر خود مریم را صدا کرد و به طور پنهانی به او گفت استاد آمده است و تو را میخواهد چرا پنهانی گفت چون که اگه با صدای بلند میگفت که مریم بیا عیسی مسیح بیرون منتظر توه که تو هم بیای میخواد تو رو ببینه چه اتفاقی میافتاد مردمی که اونجا اومده بودن برای تسلی سه کیلومتر میرفتن به اورشلیم به فریسیان میگفتن آقا بیایید ما پیداش کردیم چون که بعد از جریان کور مادرزاد در یوحنا باب 9 که 6 ماه قبل از مصلوب شدنش بود فریسیان دیگه دنبال عیسی مسیح بودن که او رو بگیرن و یه جورایی بکشنش دیگه و میبینیم که اینجا به طور پنهانی میگه استاد آمده تو رو میخواد وقتی مریم این را شنید فوراً بلند شد و به طرف عیسی رفت عیسی هنوز به دهکده نرسیده بود بلکه در همان جایی بود که مرتا به دیدن او رفت یهودیانی که برای تسلی دادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند که او با عجله برخواسته از خانه بیرون میرود و به دنبال او رفتند با خود میگفتند که او میخواهد به سر قبل برود تا در آنجا گریه کند مردم فهمیدن که ای مریم یهو رفت بلند شد دوید رفت گفتن ها حتما میخواد بره روی قبر گریه بکنم و چون شرقی هستن و احترام اینه که باید بری باش گریه بکنی ازاداری بکنی بزنی تو سینت بزنی تو سرت پس باش رفتن که ازاداری بکنن و چون رفتن اونجا عیسی مسیح رو هم دیدن آیه سی و دو و سیو سیو سی و رو بخونیم همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید به پاهای او افتاده گفت خداوندا اگر در اینجا می بودی برادرم نمیمرد. مرد. ایسا وقتی او و یهودیانی را که همراه او بودند گریان دید از دل آهی کشید و سخت متاثر شد و پرسید او را کجا گذاشته اید؟ جواب دادند خداوندا بیا و ببین. کلمه داکرو استفاده شده. داکرو ایسا بگریست. ایسا داکرو. داکرو یعنی از روی ناراحتی و دلسوزی گریه می کنی. عشق میریزی. ولی ازاداری نیست که بیچاره شدی تخ بزنی تو سرت نه گریه میکنی ناراحت شدی اوکی اگه ما گریه بکنیم وقتی یک نفر رو از دست میدیم ولی بیایید ازاداری نکنیم وقتی ازاداری میکنیم انگار دیگه تموم شد این رفت دیگه اینجا بود دیگه اصلا تمام شد ولی طرف تموم نشده جسمش از بین رفته و خودش در یک جای دیگه هست و مسلما برای اونهایی که در ایمان هستن در خواب هستن خیلی راحت تر است و کلام خدا میگه همون لحظه ای که چشمات رو میبندی همون لحظه در حضور خداوند باز میکنی باید خوشحال باشیم که طرف از این درد راحت شد راستش رو بگم من خودم گرچه خانواده دارم دو تا دختر دارم خانمم و خیلی دوست دارم عاشقشم روابط خیلی خوبی داریم با هم دیگه دوستان زیاد دارم شما جزو اونها هستید کلیسا ها هستن همه چیز عالیه و در زمان بهاری زندگیم استم که همه چیز خدا رو خیلی خوب پیش میره و خیلی خوشحالم خدمتی خود من به من داده تاثیرش رو میبینم خوشحالم از هر لحاظ عالی ولی هر آن اگه به من بگن که جیلبرت حاضری بری میگم بله هیچ چیزی اینجا ارزشش نداره که بچسبی بهش بگیریش وقتی به آسمان فکر میکنی میبینی که چقدر تر و بهتر است حاضری همه اینها رو بذاری بری به آسمان اینقدر جای خوبیه <laughs> که هر کس رفته اونجا و برگشته میگه کاش بر نمیگشتم یک نفر از عیزان بود که باش صحبت میکردم میگفت که دو تا پسر دارم در روسیه زندگی میکنم دو تا پسر داره شوهر داره میگه من مردم برای چند ساعت مردم حتی منو میگه تون زیپا گذاشتم بستن و می بردم تو سردخونه بودم ولی میگه اونجا خداوند ایسای مسیح رو دیدم ملاقات کردم میگه یک شادی عظیمی بود میگه یک نور عجیب غریبی بود که نمیتونم توضیح بدم ولی از این نور شادی و آرامش می اومد و میگه آرامش کامل شادی کامل بود و اونجا میگه خداوند اومد گفت که من متاسفانه بعد تو رو بفرستم با تو کارم تمام نشده بعد برگردی به روی زمین میگه میدونستم دو تا بچه دارم خودم بودم میگه میگه فقط بدنم نبود میگه گفتم خدا من خواهش میکنم منو نفرست <applause> میگه عیسی مسیح گفت ببین دو تا ها کوچیکن هنوز به تو احتیاج دارم میگفت گفتم خدا من خواهش میکنم من میدونم ولی خواهش میکنم نمیخوام از برم <applause> و خود من دیسای مسی گفت متاسفانه باید بری و میگه اون لحظه اومدم توی بدنم و دکترها شاک شده بودن خیلی از این اتفاقات افتاده هزاران هزار تجربه از این صورت ها بوده بعضی از اونها رو من باشون صحبت کردم دیدم و خیلی جالبه برام با چه این اشخاص صحبت کردم و همشون میگه وقتی برگشتیم در جسم احساس کردیم که مثلا تازه دوش گرفتیم بیرون سرده ولی ما دوش گرفتیم با آب گرم الان یهو انگار میریم بیرون پای تمیز رو میذاریم توی پوتین کثیف گلی برفی سرد و میگه چه این احساسی که انگار اومدیم در جسم ما و میگه انگار دوست نداریم آسمان انقدر زیباست انقدر عالیه که ما اگه فکرن اونجا زندگی بکنیم جسممون اینجا باشه برنده هستیم چون که میدونیم اونجا خونه ماست به شما بگم اگه پدر شما خداوند هست آسمان و بهشت خونه شماست اگه پدر شما خداوند نیست شیطان هست اون موقع جهنم عاقبت شماست آینده شماست ولی برای ماهایی که خونه ما آسمان هست اینجا یک چادر هست خونه اونجاست موندنی اینجا چادر هست. زیاد روی چادر شما تابلو نمیچسبونی زیاد تزیینش بکنی رنگش بکنی چادر آقا فردا پس فردا پاره میشه بعد یه چادر دیگه بگیری ولی خونه رو نه رنگ میزنی روش کار میکنی خانه ما هست و عیسی مسیح اینجا میگه من قیامت و حیات هستم و در مورد مرگ و زندگی صحبت میشه و میگه که مرد تا ناراحت نباش ولی متاسفانه ایلازر رو باید پس بفرسته برگرده به روی زمین شاید به خاطر این گریه کرد نمیدونم ولی گریه کرد ناراحت شد شاید به خاطر این گریه کرد چون که انسان بود در حالی که خدا بود ولی انسان هم بود و کاملا احساسات انسانی رو داشت شاید به خاطر این گریه کرد که یهودیان uh, رو دید که بی ایمان هستن نمیدونیم برای چی گریه کرد یکی از دلایل شاید این باشه که حرفی که مریم زد او رو به گریه انداخت مریم چی گفت؟ مریم گفت که اگه اینجا بودی برادرم نمی مرد. بعد میگه عیسی گریه کرد مرتا گفت اگه اینجا بودی برادرم نمی مرد. همون حرف رو زد ولی عیسی مسیح باش شروع کرد صحبت کردن تئولوژی بهش داد الهیات مسیحی بهش داد بعضی وقتا اگه شما خیلی نزدیک هستیم به مسیح وقتی همون دعا رو میکنیم یه تاثیر دیگه روی مسیح میذاره تا اینکه از او دور هستی و همون دعا رو میکنیم دعای تو میتونه قلب مسیح رو تکون بده اشکش رو سرازیر بکنه اگه زیر پای عیسی مسیح نشستی بیایید ادامه بدیم در این چند دقیقه که داریم آیه سی و دو همین که مریم به جایی که عیسی بود آمد و او را دید به پاهای او افتاده گفت خداوند اگر در اینجا می بودی برادرم نمی مرد. باز به پاهای عیسی مسیح میفته اولین بار که به پای عیسی مسیح افتاد از او شنید تعلیم گرفت دومین باری که مریم رو میبینیم به پای عیسی مسیح افتاده داره گریه میکنه غم های خودش رو میریزه سومین باری که او رو ببینیم باز به پای عیسی مسیح افتاده و یک عطر بسیار گرانبها روی پاهاش میریزه میشوره و با, با موهاش رو خوش میکنه و او رو پرستش میکنه که در باب بعدی اتفاق میفته ولی هر بار هر سه باری که مریم رو میبینیم زیر پای عیسی مسیح است چقدر جای خوبی است که ما اونجا باشیم زیر پای عیسی مسیح گریه بکنیم ناراحتیامون رو بگیم زیر پای عیسی مسیح پرستش بکنیم زیر پای عیسی مسیح از او بشنویم کلام او رو درک بکنیم آیه سی و 33 عیسی وقتی او و یهودیان رو که همراه بودند گریان دید از دل آهی کشید و سخت متاثر شد و پرسید او را کجا گذاشتید جواب دادند خداوند بیا و ببین اشک از چشمان عیسی سرازیر شد باز کلمه داکرو استفاده شده یهودیان گفتند ببینید چقدر او را دوست داشت اما بعضی گفتند آیا این مرد که چشمان کور را باز کرد نمی کاری بکند که جلوی مرگ ایلازر را بگیرد آیه 38 تا 39 رو بخونیم پس ایسا در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند ایسا گفت سنگ را بردارید مرتا خواهر ایلازر گفت خداوندا الان چهار روز از مرگ او می گذرد و, م... و, متعفن شده است مرتا هنوز باور نمی کنن. گرچه ایسای مسیح بهش گفت که این مرگ منجر به جلال خداوند میشه این مرگ مرگ نیست زنده میشه ایلازر باز باور نکرد فهم کردم در آینده صحبت میکنن و اینجا میگه که اون سنگ رو بزنید کنار اون موقع قبرها غارهایی بودن که حتی چند تا مرده رو اونجا میذاشتن و عیسی مسیح هم در چنین قبری گذاشتن و سنگ ها اینقدر سنگین بود که بعضی از اون قبرها مثل قبر عیسی مسیح که دوازده مرد خیلی قوی باید این سنگ رو تکون میدادن چون که این سنگ میغلطید در یک گودی میافتاد که دیگه نمیتونستی تکونش بدی و این دوازده تا مرد بسیار قوی بعد این رو حل میدادن در حال اینجا مردمی که اونجا بودن حتما کمک کردن و سنگ رو کنار زدن مرتا گرچه میگه چهار روز الان مرده متعفن شده ولی عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشید جلال خدا را خواهیدید پس سنگ رو از جلوی قبر برداشتند آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستادهاند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلازر بیرون بیا آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمال پوشیده بود بیرون آمد عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود ایلازر مرده زنده شد و نه فقط مرده بود بلکه چهار روز بود مرده بود متعفن و جلال خدا بیشتر آشکار شد بعضی وقت شما افرادی رو میبینید که خیلی در گناه فرو رفتن نجات اونها بیشتر باعث جلال خدا میشه و میتونه یک شهادتی باشه که من در گناه مرده بودم و زنده شدم حالا بعدش میبینیم که چه اتفاق میفته باز فریسیان و صدوقیان خوشحال نمیشن همونطور که کور و مادرزاد چفا پیدا کرد خوشحال نشدن اینجا باز خوشحال نمیشن چون که ایسای مسیح داره طرفدار پیدا میکنه و یهودیان دارن بین خودشون صحبت میکنن و میترسن توطعه بکنن صدوقیان که رهبران مذهبی بودن واسط بین رومی ها و یهودیان بودن توی ترس افتادن شهرت و ثروتشونو رو دارن از دست میدن برای همین میخوان عیسی مسیح رو بکشن و دنبال فرصتی میگردن که فرصت خوبی باشه او رو بکشن در یک دقیقه آخر اینو میخوام بگم عیسی مسیح ایلازر رو زنده کرد ولی دستمالا رو باز نکرد <تصفح> گفت شما این کار رو بکنید اون کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم خداوند انجام میده اون کاری که ما میتونیم انجام بدیم خدا انجام نمیده خیلی از افراد در گناه مرده هستن بی ایمان هستن نجات میابن ولی هنوز اصارت هایی هست که کلیسا من و شما باید کمک بکنیم این دستمال های این اصارت ها باز بشه و تمیز بشن و برای این است که کلام خود ما رو همکاران خطاب میکنن پس باشد که همکاران باشیم و مرده‌ها رو زنده بکنیم با قدرت عیسی مسیح با شهادت کلاممون خدا شما رو برکت بده